نوبتی هم که باشه نوبت مهاجرت تحصیلیه، نوبت جواب دادن سوالات شما در مورد مهاجرت تحصیلی، در مورد فاندهایی که به دانشجوها تعلق میگیره و جزئیات مربوط به مهاجرت تحصیلیه. امروز در مورد این جزئیات صحبت میکنیم. امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با یکی از بچه های مقطع دکترا اومدیم که جواب یک سری از سوالات شما رو، بیشتر سوالای کلی امروز در مورد مقطع دکترا و مهاجرت تحصیلی ایرلند بدیم. علیرضا میخوای خودت شروع کن؟ اگه سلامی هست. بله حتما. سلام به شما. خیلی خوشحالم و من ممنونم که قبول کردی که صحبت کنی، چون میدونم که برای همه راحت نیست که بیان صحبت کنم، ولی من ممنونم که اومدی اطلاعاتت رو به اشتراک بذاری. خواهش میکنم. و بدون که ارزشمنده. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خب میخوای خودت شروع کن در مورد مهاجرت تحصیلی، حالا قدم به قدم یکم کلی تر شروع کنیم تا وارد جزئیات بیشتر بشیم. از هر جا که خودت راحت تری. از کجا شما دوست دارید شروع کنم؟ من دوست دارم از صفر شروع کنی. فرض کن که من یک نفریم که توی ایران میخوام شروع کنم برای مهاجرت تحصیلی اقدام کنم. برای مهاجرت تحصیلی خب یه قضیه که وجود داره، واقعا انتخاب ها زیاده و خب شما کلی کشور داری و کلی خب کلی رشته وجود داره. درست. و شما باید بین اینها فیلتر بکنی و کشور مقصد رو باید انتخاب بکنی. من ایرلند رو انتخاب کردم. حالا دلیلامو اگه بخوام بهتون بگم، ایرلند 34 تا مؤسسه آموزش عالی و آموزش دانشگاهی داره که خودش به 3 تا دسته تقسیم بندی میشه. یه فکر میکنم 8 دونه دانشگاه میشه، 12 تا دونه کالج میشه و 14 تا دونه اینستیتیو آف تکنولوژی. حالا فارسی اگر بگیم میشه مؤسسه یا انستیتیو تکنولوژی. زیاد نداریم مشابهش واقعا، مطابقش رو توی ایران. دقیقا. این 34 تا مؤسسه آموزش عالی و دانشگاهی در جمعیت کشور که 5 میلیون نفره عدد بالاییه، یعنی نشون میده که کشور واقعا در حوزه تحصیلات آکادمیک و تحصیلات عالی داره خوب کار میکنه. درست. پوزیشن رو من پیدا کردم، بعد براش اپلای کردم مثل همه بچه‌ای که اپلای میکنن، مصاحبه دادم و بعد پذیرش گرفتم و اومدم. علی مصاحبه ها چقدر سخت بود؟ ببین مصاحبه ها خیلی بستگی داره، به خاطر اینکه شما توی معمولا پوزیشن ها، حالا اگر بخوایم از اول شروع بکنیم که چطور باید اپلای بکنیم، من آدما رو به دو دسته تقسیم بندی میکنم. آدمایی که میدونن میخوان چیکار بکنن و آدمهایی که نمیدونن. این نمیدونن حالا بعد برداشت نشه، منظور از ندانستن این که انقدر آپشن ها زیاده که ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. ولی تو دوستای خود من بودن آدمهایی که مثلا میگفتن که من حتی حاضر نیستم که اون فیلدی که توی فوق لیسانس کار کردم رو عوض بکنم. میخوام همین رو ادامه بدم و میخوام رو همین متخصص بشم، ولی شما میتونی بین رشته ایم رشته تا عوض بکنیم. و من این دوتا دسته رو اینطوری نامگذاری میکنم. آدم هایی که میدونن چی کار باید بکنن برای ایرلند، یعنی میدونن که رشته بعدیشون چه خواهد بود، باید شروع کنن با استادهای دانشگاه های ایرلند کامیونیکیت کنن و بهشون ایمیل بزنن و خودشون رو معرفی بکنن. پس قدم اول میشه مکاتبه با استاد. دقیقا. شما استادها رو توی دانشگاه های مختلف، حالا مؤسسات آموزش عالی، بیم دانشگاه نگیم، مؤسسات آموزش عالی شناسایی کنیم و باید شروع کنیم مکاتبه کردن. اینا رو از کجا میشه پیدا کرد؟ وبسایت دانشگاه ها. وبسایت دانشگاه ها. سکشن خاصی وجود داره توی وبسایت دانشگاه ها که میشه اینا رو پیدا کرد؟ شما اصلا اگر برای مهندسی پزشکی بری، تو قسمت مهندسی پزشکی روی وبسایت خود دانشگاه خود اون شهر یه قسمتی هست به اسم استاف، که تو اون استاف لکچرها و اینستراکتورها همشون کانتکت نامبرشون، ایمیلشون، شماره تلفنشون و شماره اتاقشون توی وبسایت دانشگاه هست. درست. و فیلدها کاملا تشریح شده روی وبسایت و شما اون رو میخونید
و اگر میدونید که میخواید توی همون فیلد فعالیت بکنید به استاد ایمیل میزنید. رندوم ایمیل نمیزنید. آره رندوم مثلا حالا چطوره امروز؟ آره بچه‌ها بودن که مثلا به همه فیلدها علاقه نشون دادن. یعنی مثلا آره این بس مسئله است. آره این یه ذره فکر می‌کنی استادا با هم صحبت هم می‌کنن؟ قطعاً. آره قطعاً به خاطر اینکه اینا کافی تایم دارن با هم دیگه. و مثلا اگر شما به 8 نفر استاد ایمیل بزنید و خب تاپیک ها موضوع ها متفاوته، شما بگید که من روی میخوام کار بکنم روی میخوام کار بکنم، این فقط نشون میده که شما فقط میخوای خارجی و بیای. دقیقاً این داستانی که دارم حتی میگم. اگه اینطوری باشم بچه‌ها نباید این کار بکنید. من درک میکنم که الان شرایط یه طوریه که خیلی ها واقعا فقط میخوان خارج چند که یه نقطه شروعی باشه برای زندگی بعدیشون، زندگی که از نقطه شروع زندگی خارجشون، ولی باید چند تا انتخاباتون رو محدود کنین، چند تا رو بذارید رو میز و بگید اوکی به این یکی توی این فیلد شروع میکنم، به استادهای این فیلد توی دانشگاه‌های مختلف، حالا میتونه شهرهای مختلف باشه، لیمریک باشه، گالوی باشه، کورک باشه، دابلین باشه، از همین نقطه شروع کنن. دقیقاً این آدم‌هایی که میدونن میخوان چیکار بکنن معمولاً خب مثلا میگن که ما ایده بعدیمون در این پروژه این خواهد بود و میخوایم که مثلا اینو دیولپ توسعه بدیم ارتقاش بدیم. اینا شروع میکنن ایمیل زدن، ولی متن ایمیل اینطوریه که خب من به تاپیک شما علاقه دارم ولی یه پیشنهادم براتون دارم. میدونی؟ یعنی قشنگ از یک جایگاهی وارد میشیم که من حرفی برای گفتن دارم. درست. من میخوام روی این موضوع کار بکنم و استاد اون موقع است که به ایمیل شما توجه میکنه که خب این دانشجو قطعا حرفی برای گفتن داره و میدونه که روی این تاپیک میخواد کار بکنه و بعد حالا پروسه اسکالرشیپه که بعدا در موردش صحبت می‌کنیم. آره استادا ایمیل‌ها رو خودشون چک میکنن یا میدن کسی براشون چک کنه اینا رو؟ اوکی. آره خودشون چک میکنن. سوال خودم بود. گزینه دوم آدمایی که نمیدونن میخوان چیکار بکنن. اونایی که نمیدونن میخوان چیکار بکنن، چون شما مثلا فرض کن که فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک هستی ولی میتونی رشته‌تو عوض بکنی و بری مهندسی پزشکی بخونی اینجا. شما یه سری کار انجام دادی توی حالا مقاطع قبلیت که نشون میده شما آدم توانمندی هستی، استادتو انتخاب میکنی و شروع میکنی به استاد ایمیل زدن و مثلا به استاد میگی که من مقالات شما رو مطالعه کردم، روی موضوعی که دارید کار میکنید علاقمند هستم و اینم بک‌گراند منه. بک‌گراندتونم داشتن یک سیوی خیلی خوب، یک سیوی که یک صفحه باشه به نظر من خوب. و اطلاعات کامل رو بتونه به استاد بده، چون من خودم هم باشم همین رو ترجیح میدم. آره استادا واقعا به قضیه اینجوریه که خب به هر حال این استادا از دانشجوهای خودشون هم ایمیل دریافت میکنن، یعنی یک حجمی از ایمیل هست اونجا و استاد گاه هم فرصت نداره که یک سی وی دو صفحه یا سه صفحه رو بتونه بخونه. درست. به نظر سی وی یک صفحه باشه و همه اطلاعات رو بده و استاد اگه خوشش بیاد بعد میریم مراحل بعدی. گزینه بعدی، گزینه دیگه‌ای که وجود داره اینه که شما یه سری خب فرصت‌ها و یه سری پوزیشن‌ها روی وبسایت‌های تبلیغ میشه یا ادورتایز میشه. پوزیشن‌ها میاد، شما میرید اون موضوع پی اچ دی رو می‌خونید و اگر دوست داشتید حالا تو هر فیلدی که فکر می‌کنید به خودتون مرتبطه و شما تو اون رشته توانمند هستید براش اپلای می‌کنید. اینطوری هم که مثلا موضوع پوزیشن پی اچ دی توضیح داده شده و گفته که من دنبال یه دانشجو میخوام که این نرم افزار بلد باشه، این کارو بتونه بکنه، قدرت تیم ورکینگ داشته باشه و در آخر یا یک ایمیل استادو میذارن داخل اون ادورتایزمنت یا ایمیل یک شخصی که حالا به صورت شاید اسمشو بذاریم منشی یا حالا یک شخص دقیقاً که اون شخص این سی وی ها رو بررسی میکنه و بعد اینا رو میده به استاد و برای اینترویو اون پوزیشن وقت تعیین میکنه. علی من اینجا استاپت میکنم. ایمیل اول پس شامل نشون دادن علاقه، رزومه و حالا اگر که لازم بود میتونه نامه انگیزشی یا کاور لتر یا هر چیز شبیه به این باشه. چیز دیگه ای هم نیازه؟ ایمیل اول به استاد. آره. توی ایمیل اول به استاد اگر که میدونیم میخوایم چی کار بکنیم، شما مثلا میتونید یک پروپوزال یک صفحه‌ای حتی تدوین کنید. اگر میدونیم که میخوایم چیکار بکنیم. اگر نمیدونیم میخوایم چیکار بکنیم ولی علاقه داریم به فیلد اون استاد، فقط یک سی وی رزومه، یک سی وی باید ضمیمه بشه به ایمیلی که به استاد فرستاده میشه. گزینه این گزینه ایمیل زدنه. حالا اسمشو میتونیم بگیم رندوم ایمیل زدن یا آگاهانه ایمیل زدن.
گزینه دومی که در موردش دارم میگم این که ما یک پوزیشن پیدا بکنیم. آها، برای اون پوزیشن. بله، استاد پوزیشن رو تعریف کرده، فاندینگش مشخصه، اسکالرشیپش مشخصه، همه چی سورس‌های مالی مشخصه و پوزیشن ادورتایز شده و حالا آدم‌هایی که کره زمین هستن دارن برای اون پوزیشن دارن می‌جنگن، اپلای می‌کنن و این شمایی که باید اون پوزیشن رو بگیرید. معمولا تو پوزیشن هایی که تو اتحادیه اروپا میاد و ادورتایز میشه دو تا چیز عمده از شما میخوان که شما این دو تا رو باید ایمیل بزنید، حالا همون اسیستنت یا استاد یا حالا هر شخص دیگه. شما باید یک کاور لتر بنویسید. اوکی. و یک سی وی. کاور لتر چی ها شامل میشه؟ کاور لتر یک معرفی کوتاه از خودتونه و کارهایی که کردی. درست. من نظر شخصیمو میگم، آدم ها نظرهای متفاوتی دارن. به نظر من تو کاور لتر شما باید 60 تا 65 درصد خواننده رو قانع بکنید که چرا شما؟ چرا بقیه؟ چرا بقیه؟ چرا بقیه نه؟ چرا شما باید برای این PhD پوزیشن باید انتخاب بشید؟ درست. پس بار سنگینی داره روی این قضیه، نه که حالا مثلا تعریف بخوایم بکنیم. نه میفهمم. چه دستاوردی میتونی داشته باشی برای این پوزیشن؟ این نظر شخصی من. دقیقاً نظر شخصی من. مگه بخوام کاور لتر بنویسم؟ من کاور لتر کاریم هم همینطوری مینویسم. من سارا هم اینقدر سال زمینه کار تو این زمینه کاری کار کردم. این دستاوردام توی پوزیشن های مشابه بوده و فکر میکنم که به عنوان یک کسی که میخوام توی این پوزیشن کاری شروع به کار کنم، این دستاوردها رو میتونم داشته باشم. حالا اگه که دوست دارید میتونید رزوممو توی اتچمنت ببینید و با هم دیگه در تماس باشیم. با این شماره تماس و با این دقیقاً. خیلی از بچه‌ها جملات خیلی لوکس استفاده می‌کنن، میدونید یه سری قابل قبول هم نیست. آره یه سری چیزا، ولی خب مثلا هر سبکی که من ترجیح میدم و برای خودم می‌نویسم اینه که خیلی ساده و من خودمم، خود واقعیمم و حالا اون شخص اگه بخونه شاید باور بکنه. پس ما از توی اون وبسایت‌ها برای این پوزیشن‌ها اپلای میکنیم و برای اپلای همون برای پروسه اپلای یک ایمیل ساده است و گاهن تو بعضی از دانشگاه‌های اروپا شما باید برید تو وبسایت دانشگاه ثبت نام بکنید و برای اون پوزیشن اپلای بکنید. ولی در مورد ایرلند اگه بخوایم صحبت بکنیم، ایرلند اینطوریه که ایمیل میزنیم کاور لتر رو و سی وی رو و اون اشخاص به ما برمیگردن و اینترویو تنظیم میکنن به تعدادی که خودشون همینو میخواستم بپرسم. چند مرحلهش؟ پس کلن زیاد استانداردی وجود نداره؟ من تا دوتا هم داشتم. آه. حالا نمیدونم سه تا باشه یا نه. آه. و تا دوتا اینترویو هم داشتم. برای معمولا تو دومی شاید قطعی بشه دیگه، اگر خیلی کاندیداها زیاد باشن شاید به سوم هم کشیده بشه. حالا که اینترویو سخته یا آسونه، تو اینترویو اول اینطوریه که خب معمولا سوال میپرسن خب خودتو معرفی کن، چی کار کردی و مثلا چی کار میکنی، کجا درس خوندی، کدوم شهر. چند دقیقه حدودا اینترویوی اول؟ فکر میکنم 40 دقیقه یا 45 دقیقه حدودا. خیلی خاطره چون سالها گذشته، خیلی خاطر ندارم. فکر کنم 45 دقیقه. نه خیلی سخت نیست، شما توی کاور لتر حرفاتون رو زدید دیگه و اونا یه جورایی شما رو انتخاب کردن. درست. حالا تو اینترویو خودتون رو دوباره موضوع ارتباط برقرار کردن. دقیقاً. حالا من سه تا دونه وبسایت رو که خودم خیلی دوستشون دارم و معرفی میکنم. مرسی. و بچه‌ها میتونن پوزیشن ها رو از روی اون وبسایت ها عالی من لینکاشو میذاریم توی دسکریپشن. میخواید بگم اسمشو؟ آره بگو اسمشون هم بگو لینکاشون هم میذاریم. یکی از وبسایت ها یور اکسس که خیلی خوبه، من خودم پوزیشنمو از اونجا گرفتم. یه دونه scholarshipdb.net اگه اشتباه نکنم، یه دونه هم find phd که فکر کنم بچه‌ها فکر کنم اینو دیگه همه بدونن. پوزیشن ها اینجا ادورتایز میشه، شما با کیورد های مشخص سرچ میکنید، پوزیشن رو پیدا میکنید و براش اپلای میکنید. یه چیز دیگه که میخوام بگم این که بچه‌ها واقعا نترسن، بین رشته ای هم حتی اپلای بکنن. یعنی اگر کسی فارغ التحصیل عمرانه دلیل نداره که تو مکانیک نتونه کار بکنه. آه. یا اگر مکانیکه دلیل نداره که نتونه تو مهندسی پزشکی کار بکنه واقعا. علی امتحان زبان چیه؟ امتحان زبان یک چیزی اینجا وجود داره. تا قبل، تا شاید 2 سال پیش یا حتی مثلا 1 سال پیش فکر میکنم بچه هایی بودن که بدون امتحان زبان هم تونستن اومدن. یعنی این بچه ها توانایی خودشون رو در مصاحبه نشون دادن و نشون دادن که فلوئنت میتونن انگلیسی صحبت بکنن و این امتحان و پروسه زبان یه جورایی از این پروسه اپلای کردنشون ویف شده، برداشته شده. و مقاله؟
مقاله برای اپلای کردن مهمه؟ ضروری؟ من نه. اوکی. آره، برای ایرلند نمیگم خیلی زر. چون استرالیا، من یادمه که استرالیا که پوزیشن گرفته بودم، بچهای استاد استرالیایی به شدت تعداد مقاله براشون اوکی. مهمه. آره. اصلا مهم نیست ایمپکت فاکتور شما مقاله رو به هر با یک فاکتوری میسنجیم. شما کجا این پیپر رو پابلش کردی؟ برای استاد استرالیایی تجربه شخصی خودمه، براش مهم نبود و فکر میگفتن که خب چند تا دونه مقاله داری؟ آره. دونهش مهمه، تعدادش مهمه. یه دونه خوب داری یا مثلا چهار تا دونه بد داری؟ فکر کنم چهار تا دونه بد رو خیلی بیشتر دوست دارن، علاقه دارن اونه که تو استرالیا. خوبه که بدونیم. بعد؟ خب پس ایمیل میزنیم، سی وی مونه، کاور لتر مونه، اتچ میکنیم، شروع میکنیم اینترویو کردن که حالا دو تا سه مرحله ممکنه، حتی بسته به رشته باشه، میشه میان رشته ای اپلای کرد. در مورد زبان، در مورد تعداد مقالات صحبت کردیم. پذیرش گرفتن توی قسمت پوزیشن، خب من یه آمارش خیلی بیشتر میدونم چون به هر حال موقعیت تعریف شده، سورس مالی مشخصه، ولی توی رندوم ایمیل زدن نمیگم نمیشه، میشه رندوم دیگه اسمش روشه. شما باید قانع بکنید اون شخص رو، شما باید قانع بکنید که چرا شما، چرا بقیه نه. سخت داره. دقیقاً. اوکی. یه کمی می‌خوای در مورد فاندا هم صحبت کنیم که آره حتما، آره حتما. فاندینگ توی ایرلند، خب هر کشوری برای خودش فاندینگ خودشو داره. یعنی ایرلند یه سری فاندینگ خودشو داره و خودش تعریف می‌کنه میده. و یه سری فاندینگ ها هم از اتحادیه اروپا میاد که European Union مثلا Horizon 2020 این یه فاندینگ اتحادیه اروپا است که میاد و خب ایرلند جزء اتحادیه اروپا است و شما اگه دانشجو دکترا بشید میتونید از این فاندینگ استفاده بکنید. پس اگه به پروژه داره که پروژه کجا تعریف شده. آها. یا خب فاندینگ ماری کوری هست که فاندینگ ماری کوری یکی از فاندینگ های خیلی خوبه اتحادیه اروپا است. اگر خود ایرلند بخوایم در مورد فاندینگ ها صحبت بکنیم، اگر اشتباه نکنم انترپرایز آیلند هست. اوکی. یک فاندینگ IRC هست، آیلند ریسرچ کانسیل اند SFI ساینس فاندیشن آیلند. اوکی. و همین ستا. و یه چیز دیگه هم که خیلی مهمه، بعضی از دانشگاه ها برای خودشون فاندینگ خودشون هم دارن. آه. یعنی فاندینگ خود یونیورسیتی، فاندینگ خود آموزش عالی هم وجود داره غیر از این ارگانیزیشن هایی که ساپورت میکنن. و اگر استاد قانع باشه که مثلا بدونه که با شما، چون به هر حال شما سوپروایزر نیاز دارید برای پروژهتون، باید یه نفر شما رو رهبری بکنه، شما یک رهبر میخواید، اگر اون رهبر قانع باشه که شما آدم پتانسیل، آدم توانمندی هستید، یک پروپوزالی نوشته میشه اگر پروژه‌ای وجود نداشته باشه. آها. یعنی پروژه‌ای تعریف نشده باشه. پروژه تعریف میکنید دقیقاً، خودتون دارید تعریف میکنید، خودتون اون جزء برمیگردیم به صحبت اولمون، آدم‌هایی که میدونن میخوان چیکار بکنن، ایده دارن و قانع میکنن استادا که بیام روی ایده من کار بکنیم. آدم هایی که نمیدونن میخوان چیکار بکنن ولی آدم های توانمندی هستن و سی وی خیلی خوبی دارن. درست. و استاد قانع میشه که به اون آدم توانمند یک پوزیشن پی اچ دی تعریف بکنه و بعد از اینکه این پوزیشن تعریف میشه یک پروپوزالی نوشته میشه که به تصویب هر دو تای خود اون شخص و خود اون استاد میرسه و برای این مؤسسات فاندینگ و اسکولارشیپ این پوزیشن آپلود میشه و اونها تصمیم میگیرن که این فاندینگ دولتی رو به شما بدن یا ندن. و وقتی شما این فاندینگ رو بگیری، عملا خب اسپانسر مالی پیدا کردی، استاد هم قبلا شما رو پسندیده و اپلای میکنی برای ویزا و تشریف میاری ایرلند. علی فرق فاندا چی هست؟ فاندا بالا پایین داره در لحاظ قیمتی. یعنی میتونیم یه رنج بگیم؟ چیزی که من میدونم و دردسرهاشون هم متفاوته. یعنی مثلا یه ارگانیزیشن شاید هر سال یک از شما ریپورت بخواد بابت غیر از استاد. شما باید به اون ارگانیزیشنی که به شما داره پول میده آره، باید یک ریپورت سالیانه بدید که خب من چطور داره پیش تیم داره پیش میره یا اصلا دارم چی کار میکنم. درست. یه سری داکیومنت ها رو باید بنویسیم، اسمشو میتونیم نمیدونم حالا چی بذاریم به فارسی. رنجی که من میدونم و حالا شنیدم، ماری کوری رو بذاریم کنار، ماری کوری خیلی زیاده. ماری کوری میدونم، ماری کوری معروفه به بچه های پولدار پی اچ دی. آره چیزش خیلی شنیدم، بچه های پولدار پی اچ دی. آره خیلی خوبه اگر کسی ماری کوری بگیره که
خوشا به سعادتش. آره واقعا. اگر که نگیره خب به هر حال فاندینگ های دیگه هست و شما میاد از اون استفاده میکنید. تا اونجایی که من میدونم و شنیدم از بچه های اطراف بین 12,000 یورو تا 18,000 یورو سالیانه متغیره. حالا شما اگه خوششانس باشید اون 18,000 تا یورو میگیرید، اگر هم که کمی خوششانس باشید اون 12,000 یورو یارو میگیرید. درست، قابل قبوله و فکر میکنم حالا خب به رزومه و به همه استاد و همه چیزم برمیگرده دیگه. حالا خیلی دقیق نمیگیم بچه ها، چون این واقعا به پوزیشن، به استاد، به دانشگاه، به همه چی واقعا برمیگرده. این دیگه واقعا تحقیقات و جزئیات تحقیقاتش میمونه به عهده خودتون. مهم راه و روشن کردنه. یه سوال دارم، دو تا سوال دارم. اول خیلی سوالیه که اصلا دوست ندارم نه در مورد پوزیشن های کاری بپرسن نه در مورد پوزیشن های تحصیلی، ولی چون خیلی ازم میپرسن دوست دارم، یعنی میخوام که بپرسم چقدر ایرانی بودن تاثیر منفی داره؟ به نظر من هیچی. اوکی. به خاطر اینکه بچه های ایرانی خیلی خوب دارن کار میکنن و خودشونو ثابت کردن که دارن خوب درست کار میکنن. معمولا پروژه های محاسباتی و کامپیوتشنال سختی که شاید هر کسی واقعا حاضر نباشه اینا رو انجام بده. درست، تجربه دقیقاً همینه. بستگی به آدما داره، ولی خب مثلا تو کشوری که خوشو بام موقعیت شغلی داری و بین صنعت و دکترا بخوای انتخاب بکنی و داخل اون کشور باشی، معمولا تمایل خودشون به صنعته. به خاطر اینکه وارد صنعت میشن و میان بالا و بعد از یه مدتی میشن CEO، CTO و میرن بالاتر. درست. به خاطر همین نه، اینطوری نیستش. یعنی بچه‌ها خودشون خوب کار میکنن و این خودش خیلی جای خوشحالی داره. یه سوال دیگه هم اینه که پذیرش مستقیم از لیسانس اوکیه؟ از لیسانس به دکترا. از لیسانس به دکترا، این سوال خیلی خوبیه. اینجا خودشون خیلی جالبه، توی کشور ایرلند چقدر سوال خوبی بودی. اینجا خودشون فوق لیسانسشون یک سال است. اوکی. یک سال فوق لیسانس شما میتونی بگیری. ولی بچه‌هایی که تاپ استودنت بودن توی لیسانس خودشون یک ضرب اومدن دکترا. یعنی مثلا من دوستانی دارم داخل دپارتمان که 23 سالشونه 22 سالشونه و اینا دانشجوی دکتران درجا لیسانس تموم شده و اومدن دکترا. از ایران من کسی رو ندیدم. درست. من کسی رو ندیدم، ولی خب واقعا اگر اون شخص توانمند باشه فکر میکنم که شدنیه. درست. که یه ضرب بیاد دکترا بخونه اینجا. علی ازت خیلی ممنونم. فکر میکنم برای امروز خیلی خیلی خوب بود و جامع و کامل بود. اگه سوال دیگه بچه ها داشتن حتما ممنون شم که توی کامنت ها بپرسن. اگر که تونستیم ادامه میدیم با هم دیگه حتما در مورد سوال جواب سوالای بیشتر، ولی خواهش میکنم که سوالای این نباشه که اوکی من امروز این رشته رو میخونم برای چه رشته چه دانشگاهی اپلای کنم. یه کمی تحقیقات بچه لازمه. شما وقتی میخواید یه زندگی رو شروع کنید باید مسئولیت پذیر باشید، تحقیقات رو به عهده خودتونه، خودتون شروع کنید. ولی اگر سوالی بود که میتونستیم راه رو روشن‌تر کنیم حتما خوشحال میشیم. لطفاً توی کامنت ها بنویسید. اگر که سابسکرایب نکردید الان وقتشه دیگه سابسکرایب کنید. در مورد پوزیشن های کاری صحبت کردیم، در مورد زندگی صحبت کردیم، در مورد مهاجرت تحصیلی صحبت کردیم، از علی کمک گرفتیم که من خیلی قدردانشم و ممنونم. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از شما و امیدوارم که ذره کوچیکی باشم در این مسیری که عالی. همه دارن متشکرم. ویدیو رو به خاطر من و به خاطر علی لایک میکنید. متشکرم ازتون. حال دلتون خوب باشه، مراقب خودتون باشین. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما.